ژان کلود کریر، فیلمنامه نویس برجسته فرانسوی، 20 بهمن در آستانه 90 سالگی درگذشت. کریر علاوه بر فیلمنامه، نمایشنامه و رمان مینوشت و شاعر و مترجم هم بود. او با ادبیات کهن ایران آشنا بود و به خصوص به غزلیات شمس و منطق‌الطیر علاقه داشت. کریر همسر نهار تجدد، نویسنده ایرانی بود و در سالهای اخیر بارها به ایران سفر کرده بود. علی امینی نجفی، مترجم و منتقد سینما، امروز از کل مهمان منه تا درباره کارنامه کریر با هم صحبت کنیم. آقای نجفی، کمتر فیلمنامه نویسی در نیم قرن اخیر شهرت ژان کلود کریر رو داشته. چرا کریر فیلمنامه نویس اینقدر مهمه؟ برای اینکه اهمیت ژان کلود کریر رو ما متوجه بشیم، بهتره که یه مقدار بپردازیم به خود فیلمنامه. یک فیلمنامه خوب چی هست و چرا اهمیت داره در یک اصطلاح تولید یک فیلم سینمایی؟ از اونجا که فیلمنامه خودش هنر مستقلی نیست، بلکه وابسته هست به سینما یا به فیلم سینمایی، اهمیتش همیشه دست کم گرفته میشه. برای اینکه هرچی ما از فیلمنامه بیشتر فیلم بگیریم و کار بکنیم، در واقع فیلمنامه رو میکشیم، فیلمنامه محو میشه و به جاش در برابرش فیلم ایجاد میشه. حالا ژان کلود کریر به نظر من با تسلطی که با شناخت عمیقی که از سینما داشته، موفق شده فیلمنامه هایی بسازه، حتی با تکیه بر متن های ادبی فیلمنامه هایی بنویسه که آماده بوده برای یک فیلم سینمایی خوب، به معنی اینکه فیلم دیداری باشه، فقط یک متن ادبی نباشه و در خدمت یک فیلم سینمایی قرار بگیره. کریر حدود 150 فیلمنامه کوتاه بلند در کارنامش داره. شما کدوم فیلمنامه ها رو موفق تر میدونید؟ کارهایی که ژان کلود کریر به عنوان در واقع پیش زمینه یا متن ادبی برداشته که معروف به اقتباس های سینمایی او، خیلی خیلی اهمیت دارن. غیر از این، فیلمنامه های اوریژینالی که او نوشته، مثلا فیلمنامه دانتون، من فکر میکنم خیلی کار دشواریه. اصولا فیلم تاریخی ساختن خیلی سخته، برای اینکه فیلمساز سرگردان هست بین افراد یا شخصیت های چهره های تاریخی و زمینه تاریخی. در واقع روی یک لبه تیغ باید حرکت کنه، نه افراد رو به قول معروف کاراکترهای بزرگ تاریخی رو از دست بده و نه در واقع اون چارچوب یا زمینه تاریخی رو. خب توی این فیلمنامه دانتون که بعدن آندره بایده اون رو ساخته، به ندرت واقعا فیلم‌های تاریخی خوبی ساخته شده که همه، هم اهل سینما بتونن با علاقه اون فیلم رو تماشا کنن و هم مورخ‌ها مثلا نتونن ایرادهای بزرگی توش پیدا کنن، هرچند که متعلق به مثلا انقلاب کبیر فرانسه است اوایل قرن 18. اصولا من فکر میکنم که ژان کلود کریر برداشت تاریخی خیلی خوبی داشته، حس خیلی خوبی از تاریخ داشته، به خصوص تاریخ رنسانس، تاریخ اواخر قرون وسطا، و این رو در چند تا کار دیگه‌ش هم نشون داده، مثلا مثل سوارکار روی بام که بر اساس یک اثری از ژان ژیونو هست، یا فیلم سیرانوی براژقک که باز یک فیلم سینمایی خیلی جذابی در آورده از یک نمایشنامه‌ای که چندان جذاب نیست، والمونت و کارهای دیگه‌ای که به هر حال نشون میده تسلطش رو با کار با خمیرمایه‌های تاریخی. یکی از درخشان‌ترین بخش‌های کارنامه کریر مربوط به سال‌ها همنشینی و همکاری با لوئیس بونوئل، فیلمساز اسپانیاییه. ممکنه درباره این همکاری مختصری توضیح بدین؟ بله، دوره طولانی اینا همکاری داشتن و کار این دو نفر آنچنان سازنده بوده و که برای هر دو طرف که خواستن برای همیشه با هم همکار باقی بمونن. تو هم کتاب معروف خاطراتش مونوئل میگه که پس از آشنایی با ژان کلود کریر دیگه حاضر نبوده با هیچ فیلم نامه نویس دیگه کار کنه، برای اینکه بهش افکار او، ایده های او که خیلی هم ایده های سرراست و آسونی نبوده، وفادار بوده و میتونسته برای اونها قاب یا برابر نهاده های تصویری خوبی پیدا کنه. خیلی از حرفای بونوئل مثلا جنبه انتزاعی داشته یا حرفای سورئالیستی بوده یا حتی بعضی وقتا خوابها و خیالاش بوده. اینا رو ژان کلود کریر میگرفته و از اونها یک فیلمنامه جمع و جور در میآورده که بتونه در واقع
فیلم ازش ساخته بشه، آماده فیلم برداری. کریر به فرهنگ و ادبیات شهر خیلی علاقه داشت. این علاقه چه باستابی در کارنامه کاری کریر داشته؟ تا یه مرحله ای فکر میکنم تا اوایل دهه 1350 خورشیدی بیشتر این توجه معطوف هست به ادبیات و کیش‌های خاور دور مثل بودایی یا هند، چون میدونیم در بر اساس مهابهارتا یا راماین چیز ساخته، کارهایی نوشته، خلق کرده و حتی منتشر کرده. اما کم کم از اوایل دهه 50 خورشیدی این توجه معطوف میشه یا منعطف میشه به طرف عرفان و شعر عرفانی ایران که چند اثر مهم در این زمینه خلق میکنه که یکیش خیلی معروف هست، کنفرانس پرندگان که بر اساس منطق الطیر عطاره که توسط پیتر بروک به روی صحنه آمد و به خصوص از دهه یه خورده دیرتر، شاید دهه 1980 میلادی، این کشمکش یا این توجه به فرهنگ شعر ایرانی خیلی عمیق‌تر میشه، به خصوص با ازدواجش با خانم تجدد که این بار بیشتر با مولانا و شعر عرفانی ایرانی آمیخته میشه. احتمالاً از رهگذر از مجرای همین توجه به فرهنگ و ادبیات ایران قدیم به هنر معاصر ایران هم توجه پیدا کرد، با فیلم با سینمای ایران آشنایی بیشتری پیدا کرد، از دوستان نزدیک عباس کیارستمی شد و تا جایی که من میدونم اینا همدیگر رو در اولین نمایش فیلم کلوزآپ در پاریس اولین ملاقات رو انجام دادن و بعد این ملاقات به آشنایی و دوستی نزدیکتر انجامید. به خواهش دوستانش گاهی وقتا نقشای کوچیکی در برخی از فیلم‌ها به عهده می‌گرفت و به خصوص در سال‌های آخر زندگیش، یعنی در پس از بگیم 20 سال، در این 20 سال اخیر خیلی کم روبروی دوربین ظاهر شد و حدس می‌زنم بازی کوتاه او در فیلم کپی برابر اصل کیارستمی در واقع یک مورد استثنایی که به خاطر لطف یا علاقه یا محبتش به فیلمساز ایرانی این کار رو انجام داده. آقای امینی ممنونم. در پایین این گفتگو دعوت میکنم که با هم صحنه‌هایی از فیلم کپی برابر اصل عباس کیارستمی رو ببینیم که ژان کلود کریر در اون نقش کوتاهی بازی کرده. Disais, rappelle-toi, tu disais que ce qui t'avait touché dans cette sculpture, c'était la sérénité du visage de la femme quand il se pose sur l'épaule de l'homme. Hein, tu disais que tu avais l'impression qu'elle avait trouvé quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Exactement, et qu'elle n'était plus seule au monde. Oui, non, c'est vrai, voilà, c'est madame exactement qui avait cette impression. Mais tu étais d'accord. Oui, non, non, c'est une impression très juste. Hein. Je suis d'accord, mais simplement, comment dire, là, quand on regarde la statue, et puis... Excusez-moi, j'ai oublié votre nom de famille. James. Je voudrais vous dire quelque chose. Je peux vous dire. De toute évidence, vous êtes un homme érudit, sérieux, mais vous pourriez être mon fils. C'est pour cette raison que j'aimerais me permettre de vous donner un conseil paternel. Je peux ?